بدرود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز نویدی بامدادی رو من شالوگ خوجا تقدیمتون میکنم سپاس میگویم که هر روز با ما هستید و برایتان برور میخواهیم امروز 22 سپتامبر است و حالا توجه کنید به خبرها چون معمول از جدول پروازهای چارتری شروع میکنیم که امروز از طرف شرکت سومونر انجام میشوند قرار از طریق 5 پرواز غیر نقشوی مسافران از شهرهای روسیه به تاجیکستان آورده شوند طبق نقشه 3 پرواز از مسکو به دوشنبه صورت میگیرد یک پرواز دیگر از نوسیبیرسک و سانکت پترزبورگ به مرکز تاجیکستان عملی میشود در شرکت سومونر با رادیو زودی گفتند از دوشنبه مسافران به روسیه انتقال دادن نمیشوند و به این دلیل ارزش بلیت به تاجیکستان از روسیه مدل 390 5 یورو است. قیمتی که به گفته موجودی توجه قابل جایب آنها نیست زیرا اکثریت در شرایط پاندمی کووید 19 به جای کار و منبع درآمد ماندند. حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در نیم سال اول سال روان تقریبا 40% کاهش یافته است. طبق معلومات بانک مرکزی روسیه در ماه‌های ینوار تا ایون شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 681 میلیون دلار انتقال دادند که نسبت به همین دوره سال گذشته 430 میلیون دلار کمتر است. در نیم سال اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد 211 میلیون دلار از روسیه به تاجیکستان وارد شده است. مقامات توجیه کاهش انتقال مبلغ را به کم شدن روند موجود رد وابسته میدونند قبلا وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته بود که بنابر پاندمی کرونا ویروس در 6 ماه سال جاری میزان مهاجرت کوری شهروندان کشور 57% پایین آمد Вадим Каженов, рабари Федерации Мужрюни Русия, ба масалай карори Владимир Путин аз мой апрели им сол дар бурай им тюздихи ба шарвандони хориджи ва афроди бе шарванд равшани андох. У дируз дар баромади видеояш гуфт, фейлан там диде карор имзон нашудас ва то хануз дар бараси хукумат аз. Вали мовини вазири корой дохоли Русия бунаш як амр иджоза додаз ки им тюзой каблан пеш бини шуда ва баста ба буду буши мужрюн ки ба ин вазора дахл дуранд то 15 декабр дароз карда шва. Яне муфик امری الکساندر گاراوی اخراج مهاجرینی که قویده های بود و باش را نقص کرده اند تا 3 ماه دیگر عملی نمی شود و در صورت انجام مهلت ثبت نام و یا رگیستراسیه ضرورت گذشتن از مارس تا 15 دکبر نیست. تنها باید مهاجران با عریضه به شعبه پلیسی محلی زیستشان مراجعه کنند. دیروز در قرارگاه سازمان ملل متحد نشست بخشیده به 75مین سالگرد تأسیس این مؤسسه بین‌المللی مؤثر دایر شد و امروز مجمع کلی سازمان ملل رسما افتتاح می‌یابد. دبیر کلی سازمان می‌خواهد با استفاده از این نشست کشورهای عالم را به آتش‌بسی سراسری دعوت کند. پرزیدنت تاجیکستان اومالی رحمون هم از منبر مجمع کلی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. در این باره گزارش همکاران ما را تماشا کنید. امروز بار 75 مجمع کلی سازمان ملل متحد افتتاح می‌یابد. جهان با پاندمی کووید 19 اختلاف‌های سیاسی و رکود اقتصادی مواجه بوده برای اولین بار مجمع کل به وجه عموم بدون حضور رهبران دولت‌ها در شهر نیویورک برپا می‌شود. تلویزیون سازمان ملل متحد پیام‌های ثبت شده رهبران کشورها را نمایش داده در تالار سازمان ملل یک نفری از هر کشور عضو یعنی 193 دیپلمات با نقاب و رعایت فاصله حضور خواهند داشت. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در یک صحبت با خبرنگاران در نیویورک گفت تصمیم دارد در پیام افتتاح مجمع کل بار دیگر به ضرورت اعلان آتش‌بسی سراسری دعوت کند. 75 سال پیش در پایان جنگ دوم جهانی ما در لحظه بنیاد بودیم. حاضر با ظهور کووید 19 و نمایش ضعف بزرگ جامعه جهانی در رابطه با کووید 19، تغییر اقلیم، نبود قانونها در ساحه کیبرنتیکی، مشکل جدید در رابطه با توسعه سلاح هسته‌ای، ما در حالت ضعیف قرار داریم. وقتی چیز ضعیف است، آن به رهبری بهتر نیاز دارد. امیدوارم که رهبران کشورهای عالم نگرانی ما را درک نموده میفهمند که ما به وحدت، همبستگی و همکاری بیشتری بین المللی احتیاج داریم. عقیده دبیر کل سازمان ملل متحد آتش‌بسی سراسری امکان می‌دهد که مبارزه با کووید 19 تحکیم یافته، شرایط احیای اقتصادی هماهنگ شده و دوامدار کشورها فراهم آورده شود.
این نویدی بامدادی است از رادیو آزادی. گروه سازمان‌های مخالف دولت تاجیکستان که در خارج قرار دارند انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری را غیر قانونی خوانده و سازمان‌های بین‌المللی خواستند که نتیجه‌های آن را اعتراف نکنند. پیمان ملی تاجیکستان روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه کوتاه گفت که در انتخابات نامزدهای آلترناتیوی و مستقل شرکت ندارند و نتیجه‌های آن نمی‌تواند بیانگر رای مردم تاجیکستان باشد. در انتخابات پرزیدنتی در ماه آینده 5 نامزد از جمله اومالی رحمان رئیس جمهوری فعلی شرکت میکنند. انتظار می‌رود اومالی رحمان بار دیگر در انتخابات پیروز اعلان شود و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری تاجیکستان بماند. تا چند سال اخیر او و حکومت را برای سرکوب دیگراندیشان از صحنه سیاسی روندن مخالفان دولت محدود کردن آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادی در کشور تنقید میکنند. روز 21 سپتامبر در شهر بروسل وزیران کار خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا وزیر بلاروس را بررسی نمودند. صرف نظر از درخواست پیشوای مخالفین بلاروس، وزیران در مسئله تحریم این کشور به موافقه نرسیدند. کیپر و یا قبرس به تحریم مخالفت کرده شرط گذاشت که قبل از بررسی تحریم بلاروس اتحادیه اروپا بر ضد ترکیه تحریم جاری کند، زیرا ترکیه در شرق بحر میانه زمین تحقیقات گاز طبیعی میگذراند. اکنون مسئله تحریم بلاروس با ملاقات رهبران کشورهای اتحادیه اروپا مطرح می شود که 24 و 25 سپتامبر دایر می گردد. بعد از ملاقات پیشوای مخالفین بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا با خبرنگاران واخورد، ابراز داشت که تحریم برای مجبور نمودن حکومت به مکالمه با مخالفین خیلی مهم است. او افزود که کشورهای اتحادیه اروپا نباید لوکاشنکا را همچون رهبری قانونی بلاروس اعتراف کنند. سامانه اخبار کوم از قبل سرداری دپارتمنت پلیس جنایی قزاقستان درباره از غلامی آزاد شدن یک توجیک می نویسد. رهایی زاده 43 ساله توجیکستان از اسارت در ولایت اوکتپا در پی عملیات 3 روزه استاپ ترافیک امکان پذیر شده است. منبع می گوید مجیر توجیک را رهبر یک خوجگی فرمری طولی 3 ماه با تهدید زوراوری جسمانی مجبوراً در خوجگیش کار فرموده است. این مجیر روزانه در خوجگی دهقانی تراکتور می راند و شبانه اوغل و ایروپوزبون میکرد و در یک ماشین فرگون خوب میرفت. نسبت به فرمر قزاق با اتهام خرید و فروش انسان پرونده جنایتی آغاز شده است. مجیر جبر دیده را در یک مرکز کمک به قربانیان قاچاق انسان تحت پرستاری گرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که در یک شبانه روز گذشته 42 مورد نوی بیماری کووید 19 را ثبت کرده است و همین گونه تعداد بیماران به 9388 نفر رسیده است. وزارت روز 21 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش خبر داد که عین زمان 113 نفر با علامت های بیماری زیر نظارت طبیبان قرار دارند و 44 نفر را هم بعد معالجه به خانه جواب دادند. در عموم به گفته وزارت تندرستی تاجیکستان تقریبا 87 درصد گرفتاران کووید 19 شفا یافتند و از بهار امسال تا کنون بیماری 73 نفر را کشته است. اما نه همه به آمار وزارت باور دارند و میگویند تعداد گرفتاران و تلفات زیادتر از آمار رسمی میباشد. یک مؤسسه امدادی آمریکا اعلان کرد که با اجرای برنامه 12 میلیون دلاری برای تامین مردم دهات با آب پاک در تاجیکستان آغاز میکند. سفارت ایالات متحده در دوشنبه روز 21 سپتامبر گفت هدف برنامه آژانس آمریکا برای رشد بین‌المللی که در مدت 5 سال اجرا می شود تامین دسترسی کم از 300 هزار نفر از ساکنان دهات و محله های نزدیک شهری با آب پاک است. و آتش سوزی در منزل زیست یک رسام در جنوب تاجیکستان صدها کتاب و اثر و مصوره های او را از بین برده است. سوختور در خانه جونبیگ اسوزوده یکی از رسامان شناخته و عضو اکادمی مصوری تاجیکستان در نویه وسی آخر هفته گذشته رخ داده است. وایس اسوزوده پسر رسام در صحبت با رادیو زوده گفت در پی این آتش سوزی بیش از 120 اثر تازه ایجاد و کتابخانه خصوصی پدرش با 750 کتاب به کمی آتش رفته است. جونبیگ اسوزوده رهبر گروه ایجادی رسامان در کلوب است. او یکی از فرهنگیان است که سال 2014 چکان را به فهرست میراث غیر مادی فرهنگی یونسکو پیشبری کرده بود. مصوره های او در دهها چوربین های داخلی و بین المللی به نمایش گذاشته شده. و بانک ملی تاجیکستان برای امروز قرب اسعار خارجی را این گونه تعیین کرده است: 1 دلار 10 سوم نیو 32 درهم، 1 یورو 12 سوم نیو 7 درهم ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد. رسو 135 سوم نیو مقرر گردد است که نسبت دیروز به مراتب کمتر است. اینجا خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگم. با خبرهای بیشتر از این شما را در 3 ساعت پس در همین جا منتظرم. روز خوب داشته باشید و سپاس برای همراهی.